سلام، این جلسه 13 ما میخواییم در مورد بخش های دیگه از مدل سازی مقدماتی با هم صحبت بکنیم و میخوام یک نکته مهم اول جلسه بگم و تصور غلطی که کشیدن BPMN تمام زوایای یک پروژه در واقع دیجیتال رو ممکنه پوشش بده. این تصور غلطی هست. BPMN بستگی به جنس پروژه ممکنه یک سری نواقص داشته باشه و ما مجبور باشیم از زبانهای مدل سازی دیگه یا از تکنیک های تحلیل در واقع تکمیلی استفاده بکنیم تا اون زوایای پنهانی که BPMN ساپورت نمی کنه رو پوشش بدیم. تحلیل سیستم صرفاً، عزیزان تحلیلگر عزیز من، صرفاً یک مدل سازی و کشیدن BPMN، اووردن شناسنامی فرایندها یا توضیح استپ های فرایند فقط نیست. بخشی از این زبان‌های در واقع مدل سازی دیگه مثل ERD رو جلسات قبلی بهش اشاره کردم. این جلسه میخوام در مورد سه پازل مختلف صحبت بکنم. ممکنه یک پروژه عادی و متوسط از نظر پیچیدگی فقط یکی از این پازل ها رو نیاز داشته باشه، اما اگر پروژه ما از نظر پیچیدگی در واقع سطح بالاتری داشته باشه، شاید نیاز باشه از هر سه تای این پازل ها استفاده بکنیم. البته موضوع DMN و CMMN یا همون کیس منیجمنت در واقع موضوع دوره ما نیست، خودش یک دوره مجزا میطلبه. اما این رو توضیح باشیم که ممکنه پروژه ما دارای فرایندهای ادهاک زیادی باشه، موضوع پرونده محور بودن توش پررنگ تر باشه. اگر این چنین پروژه هایی رو داریم، مسلماً فقط BPMN کشیدن تمام جوانب کار ما رو پوشش نخواهد داد. تفاوت این سه پازل رو داریم توی این اسلاید میبینیم. شما توی BPMN پروسس دارید، اکتیویتی دارید، ترانزیشنال ها رو دارید، دیتا، پروسس ها، روند ها و توکن فرایند که حالا میرسیم بیشتر در موردش توضیح میدیم. اینها در BPMN معنی دارن، اما توی CMMN کیس ها معنی دارن، همون پرونده ها، ایونت ها، محتوا، اطلاعات و حتی اکشن هایی که بر اساس این در واقع اکتیویتی ها و ایونت ها ممکنه انجام بشه، اینها رو هم باید در CMMN میان مدل میکنیم و باید مدل بشه تا موضوع کیس بیس ما در واقع کاملا شفاف بشه. در DMN هم بیشتر دیسیژن منیجمنت نوتیشن که هستش، بیشتر بحث تصمیمات، رول ها، چه تصمیماتی در واقع اجرا میشن، گرفته میشن، چه دانشی وجود داره برای اون تصمیم گیری. این جوانب مختلف و زوایای مختلف هم در DMN مدل میشه. جدیداً در دنیا به همین نتیجه رسیدن که بعضی از پروژه ها رو دقیقاً باید در هر سه تا این پازل ها استفاده بکنیم و ابزارهای مثل ویژوال پارادایم به خوبی این مدل سازی ها رو ساپورت میکنن. ما هم در همین دوره از نرم افزار ویژوال پارادایم استفاده خواهیم کرد. خواهش میکنم که عزیزان روی سیستم های خودشون این نرم افزار ویژوال پارادایم رو نصب بکنن. نحوه نصبش، فعال سازیش توی اینترنت هست، به راحتی میتونید تهیه بکنید و نصب بکنید و ما از جلسات بعدی کم کم به سمت استفاده از این نرم افزار خواهیم رفت. خب BPMN به صورت مختصر در مورد فرایندها، CMMN در مورد مدیریت در واقع کیس هاست و DMN هم در مورد تصمیم گیری و نحوه تصمیم گیری هستش. در یک پروژه عادی این رو هم اضافه بکنم که معمولاً BPMN در کنار DMN در 70-80% موارد جوابگوی ما هستش. BPMN به تنهایی، بازم تأکید میکنم که تحلیل ما رو کاملاً پوشش نخواهد داد، و اما در کنار DMN تا حد زیادی جوابگوی نیاز ما در پروژه های در واقع سیستم سازی و دیجیتال سازی خواهد بود. خب یک مقایسه بین مدل سازی های مختلف، نقش ها و سیستم ها، یک ریویو بکنیم با هم، خیلی جالبه. ببینید اگر در بالای در واقع مسیرمون فرض بکنیم که محیط بیزینسی هستش و مدیران کسب و کار یا مدیران سازمان ها فقط دارن اهداف
اهداف کلان در واقع استراتژی ها رو میچینن و در مورد اینها فقط صحبت میکنن، اگر این رو بالای این مسیر در نظر بگیریم، هر چقدر که به پایین تر میایم به زبان سیستم و پیاده سازی نزدیکتر میشیم و مدل هامون هم باید رنگ و بوی فنی تری و آیتی بیس تری به خودش بگیره. بعد از اینکه مشتری زینف یا مدیر ما اون استراتژی ها رو اعلام میکنه، متخصص حوزه کسب و کار و بعدش تحلیلگر کسب و کار وارد عمل میشن، اون معماری فرایند، سبد فرایند و مواردی رو که جلسات قبلی توضیح دادیم رو تهیه میکنن و وقتی که وارد فاز تحلیل فرایند میشه، شما با بی پی ام ان از ایس پروسس، بعد تحلیل کمی و کیفی و بعد تو بی پروسس ها رو باز به زبان در واقع مدل بی پی ام ان به دست میارید و اون رو تحویل مهندس نرم افزار یا دیولپر میکنید. وقتی که از این نیمه دوم در واقع شروع میشه، ما دیگه وارد فاز اجرا میشیم، دیگه سندهامون باید رنگ و بوی فنی بگیره و جزئیات فنی، آرتیفکت ها، معماری نرم افزار، معماری بانک اطلاعاتی و مدل اجرا، قابل اجرای فرایند. یعنی واقعا اگر که ما در ویژوال پارادایم یک فرایندی رو مدل میکنیم، این بی پی ام اینی که ما به دست میاریم باید در بی پی ام اس ما قابل پیاده سازی و استفاده باشه. بیشتر در مورد این موارد با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. اینقدر این موضوع مهمه که من دوست دارم یه بار دیگه این جنبندی رو با هم دیگه داشته باشیم که سه وجه سازمانی ما در مدل بی پی ام ان ما باید وجود داشته باشه. روندهای کاری رو گفتیم، همون تسک ها، ساب پراسس ها و اون فعالیت ها و اکتیویتی هایی که قرار افرادمون انجام بدن، مصنوعات حتما و حتما، فرم ها، پرینت هایی که گرفته میشه، استعلاماتی که خارج از سامانه ما ممکن اتفاق بیفته، بانک اطلاعاتی ما، دیتابیس، چه اطلاعاتی واردش میشه، چه اطلاعاتی ازش خونده میشه، ممکنه لازم باشه بعضی از اطلاعات حذف بشه، همه اینها باید در بی پی ام ان ما وجود داشته باشه. و جنبه سوم هم اینکه چه کسی باید این کارها رو انجام بده هم باید در مدل ما مشخص باشه. این که میگم چه کسی، اشتباه گرفته نشه که فقط و فقط باید جایگاه های سازمانی ما در مدل ما وجود داشته باشن، ممکنه یکی از کارها یا بخشی از کارهای ما رو اصلا سیستم انجام بده. به هر حال این چه کسی صرفا به یک انسان در واقع مپ نخواهد شد و ممکنه اگر بخشی از فرآیند ما رو قرار سیستم اجرا بکنه باید در مدل ما مشخص باشه. خب بریم سراغ بی پی ام ان. عناصر اصلیش رو با هم دیگه ببینیم. قبلا گفتیم که بیش از 100 عنصر داره بی پی ام ان، بخشش عناصر اصلی هستن، بخشش فرعی. ما توی این اسلاید عناصر اصلی رو میتونیم به 4 دسته تقسیم بکنیم. اولین دسته فلو ابجکت ها هستن که شامل ایونت ها، اکتیویتی ها و گیت وی ها هستند. این رخداد ها، فعالیت ها یا دروازه های تصمیم گیری در واقع بخش خیلی زیادی از مدل های ما رو تشکیل میدن، اما باید حواسمون به بقیه عناصر اصلی هم باشه، از جمله کانکشن ابجکت ها که یا به صورت سیکونس فلو هستن یا مسیج فلو هستن یا ارتباطات ساده. اینها رو نگران نباشید، در ادامه دوره مدل های مختلفی رو با هم دیگه تمرین میکنیم، از این عناصر استفاده خواهیم کرد. من فعلا فقط قصد دارم که شما رو با این عناصر اصلی، مفهومشون و شکلشون در واقع آشنا بکنم. عناصر بعدی و دسته بعدی سویم لین ها هستن که حالا یا پول هستن یا لین هستن، همون سازمان های ما، واحد های کسب و کاری، جایگاه های ما و چارت سازمانی رو ما در بی پی ام با استفاده از همین سویم لین ها پیاده می کنیم. و دسته آخر هم آرتیفکت ها که خیلی در مورد اهمیتشون توضیح دادم و تاکید کردم، دیتا ابجکت ها، همون فرم های ما، مثلا حالا که گفتم ممکنه فیزیکی باشه، ممکنه الکترونیکی باشه، و اعلان های متنی که بیشتر برای توضیحات اضافه در مدل ما، مدل سازی ما استفاده میشن، و در نهایت گروه بندی که برای نظم دادن به عناصر ما در بی پی ام ان به کار خواهند رفت. خب بیشتر ریز بشیم روی این عناصر اصلی. مدل اول، عنصر اول همون اکتیویتی ها یا فعالیت ها بودن و تعریفش رو ببینید.
این تعاریف، تعاریف استانداردیه و خیلی مهمه. اون جاهایی که شما میخواهید در واقع شناسنامه فرایندی رو که تحلیلگر کسب و کار به شما تحویل داده به عنوان تحلیلگر فرایند و میخواهید اون شناسنامه فرایند رو در واقع مدل بکنید، اونجا باید تصمیم بگیری که از چه عنصری باید استفاده بکنی و این تعاریف خیلی مهمه که بر اساس این تعاریف شما تشخیص بدی که از چه عنصری باید استفاده بکنید. ببینید فعالیت ها، میگه فعالیت زمان بره و منابع رو مصرف میکنه، یعنی در واقع آنی قابل انجام نیست. به عنوان مثال بررسی یک فرم، این بررسی فرم یک اکتیویتی یا فعالیته. یک نفر باید این فرم رو به دستش برسه، مطالعه بکنه و بر اساس اون یک تصمیم بگیره. بنابراین زمان داره طی میشه و منابع داره مصرف میشه. یک نیروی انسانی قرار این اکتیویتی رو در واقع انجام بده. دومیش رخ داده یا در واقع همون ایونت ها هستن که آنی اتفاق میافتن. به عنوان مثال دریافت فرم یک رخ داده، قرار نیست یک زمانی براش صرف بشه یا یک در واقع منبعی بهش اختصاص بدیم. دریافت پیامک، ارسال ایمیل، منتظر موندن مثلا به مدت 2 ساعت، هر چیزی، اینها ایونت هستن، یعنی به صورت آنی اتفاق میافته. و سومیش دروازه ها یا گیت وی ها که برای مدل کردن تصمیم گیری ها استفاده میشه، از خودش انواع مختلف داره بهش میرسیم و میگیم. و چهارمیش هم که در واقع ارتباط بین عناصر قبلی رو با استفاده از این ارتباطات مدل خواهیم کرد. توی این اسلاید داریم همه اون عناصری که توی BPMN استفاده میشن همه رو یه جا میبینیم. خیلی نترسید، خیلی موضوع پیچیده ای نیست و کم کم و به مرور با همدیگه یاد میگیریم که چجوری از این عناصر به خوبی و استاندارد و علمی استفاده بکنیم. اما اون دستبندی عناصر اصلی رو هم توی همین تصویر دارید میبینید. ایونت های مختلف، مدل های مختلف، چجوری شروع میشن، چجوری تموم میشن، در واقع نوعشون به چه شکل هست، کجاها استفاده میشن، انواع و اقسام ایونت ها، انواع و اقسام اکتیویتی ها، گیت وی ها و کانکشن ها. در واقع در ادامه این دوره و بخش مدل سازی فرایند ما دونه دونه این عنصرها رو در واقع با هم دیگه بررسی میکنیم و زوایای مختلفش رو آموزش خواهیم داد. یه نمودار ساده بی پی ام ان رو هم اینجا آوردم که بیشتر ذهنمون آماده بشه که بتونیم با نرم افزار کار بکنیم. یک ایونت استارت در واقع ابتدای فرایند هست. ایونت ها رو با دایره نشون میدیم، اکتیویتی ها رو با مستطیل، گیت وی ها رو با در واقع لوزی. ایونت استارت رو داریم مشخص میکنیم که چه زمانی در واقع فرایند شروع میشه. بعد یک سیکونس فلو هست، یعنی در واقع جریان فرایند ما خیلی ساده وارد فاز بعدی میشه. یک اکتیویتی یا یک تسک توسط یک نفر اجرا خواهد شد. بعد یک ساب پراسس داریم که میبینید با یک نماد مربع کوچیک پایین مستطیل این ساب پراسس مدل شده و معنیش هم اینه که خود این تسکه خودش یک فرایند مجزایی است که ما باید در واقع در یک نمودار بی پی ام ان دیگری این ساب پراسس رو مدل بکنیم. و در نهایت یک اند ایونت وجود داره. ممنونم از اینکه این جلسه هم با ما همراه بودید.